همبستگی حقوق با درود بسیار حضور بینندگان گرامی و ارجمند تلویزیون آینه من سیروس مشکی وکیل دادگستری در کالیفرنیا خوشوقتم که بار دیگر این توفیق رو دارم که در خدمت شما بینندگان ارجمند و فرهیخته تلویزیون های آینه و همبستگی هستیم این برنامه اختصاص به مسائل حقوقی و اجتماعی داره و در طی اون من با همکاران ارجمند خودم در خدمت شما هستیم راجع به مسائل حقوقی و موزلاتی که ممکنه برای خانواده های ایرانی در سراسر دنیا پیش بیاد آماده خدمت و مشاوره هستیم خدمات ما به صورت رایگان از طریق این رسانه همگانی در اختیار شما قرار میگیره و این برنامه پنج شنبه ها از ساعت یازده تا دوازده ظهر دوشنبه ها از ساعت پنج تا شش بعد از ظهر و سه شنبه از پنج تا شش بامداد همه این اوقات به وقت کالیفرنیا هست و به از این تلویزیون پخش میشه از تلویزیون آینه بازپخش اون هم همواره در تلویزیون همبستگی و نیز در تلویزیون اندیشه در خدمت شما هست تا اونجایی که من میدونم معمولا برنامه های همبستگی حقوقدانان در کانال یوتیوب هم در اختیار شماست و همواره میتونید اون دیگه بدون قید زمان بهش مراجعه کنید و اگر هم دوستان عزیز در زمینه ی مسائل حقوقی و اجتماعی و یا مسائلی که در این برنامه مطرح میشه سوالی دارند پرسشی دارند یا نظری دارند ما خوشحال میشیم و استقبال میکنیم که با ایمیل ما و یا تلفن این برنامه که در روی صفحه تلویزیونتون نقش بسته مطرح بفرمایید و ما قول میدهیم که در اولین فرصت در خدمت و در اختیار شما و پاسخگو باشیم در برنامه امروز ما این افتخار رو بنده دارم که دو همکار ارجمند و برجسته من از وکلای رسمی دادگستری امریکا در خدمتشون هستیم مثل همیشه خانم الهام شفا که در سمت چپ بنده نشستن و بعد هم خانم النا مبتاهی خانم شفا از وکلای گرامی در کالیفرنیا هستند در زمینه مسائل حقوقی مسائل تراست و و قراردادهای مربوط به امور بعد از ممات در خدمت شما هستند خانم النا مبتاهی هم در زمینه مسائل کریمینال و جنایی و همچنین خانوادگی و اختلافات و مسائل مربوط به تربیت فرزندان و نگهداری فرزندان فعالیت دارند و من خیلی خوشحالم و خوش آمد میگم به این دوستان گرامی مثل همیشه ما امروز خانم هنا روح بخش وکیل دیگر همکار خودمون رو متاسفانه نداریم به علت اینکه ایشون در دادگاه اشتغالات قضایی داشتند محروم شدیم از حضورشون ولی قول دادن که در دفعه آینده به شرط اینکه دادگاه ها وقت ندن بهشون در خدماتشون باشیم خب دوستان گرامی من فکر می‌کنم که ما شروع کنیم از مسائلی که مطرح شده در طول یکی دو هفته گذشته توسط بینندگان چون بینندگان عزیز من بارها گفتم ما استقبال میکنیم و خوش آمد میگیم به شما که اگر پرسشی دارید نظری دارید یا اگر همکاران ما در هر جای دنیا بخواهند به این برنامه بپیوندند چه از طریق زوم یا اسکایپ یا کسانی که در محل هستند به صورت حضوری در استودیو تشریف بیارند بسیار مورد علاقه ما هست و این دعوت رو همواره ما عرضه می‌کنیم به شما و امیدواریم که شما هم لب بیک بگویید خب دوستان گرامی من اولا ممنونم از اینکه تشریف آوردید بار دیگر میدونم راه طولانی و بعد با زیغ وقت و گرفتاری‌های غذایی و غیره خیلی ممنون که این فرصت رو به ما و به بینندگان گرامی دادید مطلبی من امروز که داشتم می آمدم به استودیو مطرح شد که یکی از بینندگان ما سوال کرده بودند اگر که درست به یادم بیاد داستانشون از این قرار بود این آقا می که من و همسرم هشت ماه قبل از ایران با ویزای دانشجویی که برای خانم همسر من صادر شده بود آمدیم به یکی از ایالات امریکا در حال حاضر هشت ماه در امریکا هستیم در حال خانومم در حال تحصیل من چون به عنوان وابسته به دانشجو آمدم اجازه اقامت دارم ولی اجازه کاری ندارم و ولی متاسفانه زندگی ما دچار بحران شده و ممکنه که همسرم بخواد طلاق فایل کنه و از من جدا بشه و به همین دلیل در این دوره ای که ما مفارقت موقت داریم از هم من از اون ایالت آمدم به ایالت کالیفرنیا و میخوام در اینجا اقامت کنم از طرف دیگه پدر من در ایران در متاسفانه در حال فوت بیمارستان عمل کردن و حالش خوب نیست و ممکنه که فوت بشه و ایشون در زمان عروسی ما که حدود سه سال قبل بوده یک اسنادی رو امضا کرده و یک زمین و یک مقدار اموالی رو به من و همسرم در زمان عقد سپرده یا بخشیده حالا الان من نمیدونم که اولا تکلیف من از لازم اقامت چی میشه اگر زنم که خب دارنده اصلی اجازه اقامت تقاضای طلاق بکنه خب من میرم بیرون از این و دیگه ویزا نخواهم داشت و دلمم نمیخواد امریکا رو ترک بکنم حالا اینو من خودم چون مربوط به مسائل مهاجرتی است مطرح خواهم کرد و راه رو خواهم گفت ولی در زمینه اینکه طلاق بگیرن آ نکته جالبی که ایشون میگفت شاید شما خانم ابتایی بتونید نظری بدید گفت ما فکر کردیم که الان هشت ماه در امریکا هستیم همسرم فکر کرده که اگر بخواد در امریکا تقاضای طلاق کنه باید پول وکیل بده و نمیدونم دوندگی داره و ما وارد نیستیم و منم که آمدم اینجا و اونم اونجاست و هزینه و چون دانشجوییم خیلی پول نداریم همسر من در ایران به پدر خودش وکالت داده و اونا رفتن تقاضای طو... طلاق غیابی دادن و مشغول چیزن و تا یه ماه دیگه هم طلاق ایران ما صادر خواهد شد چون منم موافقت کردم با این طلاق بر ایران آیا این طلاق اه... یعنی درسته یعنی افرادی که اینجا زندگی میکنن و ولو موقت حالا هشت ماه اینجاست میتونن برن برای فرار از مقررات قانون محل اقامتشون در جای دیگه طلاق بگیرن از من اگه اولا که من نمیدونم که چی اینوالوه اگر پراپرتی اینوالوه اگر باید چیزی با هم دیگه فقط همون بیان ارسیه بیان پدر یعنی هدیه پدر در زمان عقد خب مسئله ای که میشه اینه که اگر اونجا همه برنامهشون رو انجام بدن اونا باید از اونجا یه دونه سرتیفاید کاپی هر چیزی که هست سرتیفایدش رو بگیرن و بیارن اینجا رجستر بکننش به عنوان کیس جدید درست اگر بخوان چیزی رو این بکنن من نمیدونم که مثلا اگر قراره به هم دیگه یه چیزی بدن مثلا قرارشون این باشه که چون اینجا هر کسی هر ارث که میگیره مال خودشه متعلق به طرف مقابل نمیشه اینجا با وجودی که خیلی کامیونیتی، پراپرتی، همه چی 50-50 ه ولی یه چیزهایی برای خود اون شخص میمونه، ارسیه یکی از اوناست مثلا اگر یه نفر ستیودنت لون داشته باشه، مدرسه رفته باشه، لون گرفته باشه اون دتش مال خودشه به مال, مال, مال خودشه اگر کسی به یه نفر گیفت بده، هدیه بده. بده، اون مال خودشه، اون جز نمیشه حالا اگر تو ایران مثلا این تقاضا شده خب اگر اینکه موافقت و کسی دنبال کسی نمیره خب اون مسئله نیست که حالا هستن. من تا اونجایی که یادمه در حقوق امریکا نیت هدیه دهنده مهمه که این هدیه رو داره به این خانم میده یا به این آقا میده حالا اگر فرض کنید در همین مثال چون گفتن در زمان عقد به من و خانمم هم, هم داده پدر من اگر پدر مثلا بیا در موقع عقد به عروس و پسرش بگه که عزیزم من عزیزانم این قالی رو من میخوام به شما هدیه کنم که در زندگی از اون لذت داری پدر داماد داره گیفت میده هدیه میده آیا اینم تقسیم میشه یا نه؟ این تقسیم میشه به خاطر اینکه برای عروسی اون هدیه مال عروسی بوده مال دوتا شخص بوده این مسئله خیلی توی هندیا زیاده مثلا چون این هندیا بهش میگن یه خیلی طلا جواهر رو اینا میدن و همیشه میشه بحث اینه که نه این طلا جواهر رو برای عروس دادن مال گیفت عروس بوده ولی اونا میگن نه این کادوی دو نفر ما برای ازدواج و یونیون ما بوده در یه همچین صورتی آرگیو میکنن که نه این هدیه مال دوتا بوده ولی ارث فرق میکن یعنی خب ارس می گیفت مثلا اونه که مثلا مثلا اگر که حلقه بین دو نفر اکسچنج شده یا کادوی برای تولد و اینا اونا مال خودشونه اونا هیچی نمیده حالا ای صحبت این نیت هدیه دهنده من یه پرونده ای داشتم سالها پیش که یه آقایی داشت موکل من یه آقایی بود از خانمش جدا میشد و مادر داماد در زمان عقد کلی به اینا سکه طلا و گردنبند و گوشواره و اینا به عروسش داده بود بعد در موقع طلاق داماد که اینا مال منه چون مادر من داده ما مجبور در دادگاه مادر رو بذاریم روی جایگاه شهود و ازش سوال کنیم که نیتش رو بفهمیم بعد دونه دونه مثلا این گردنبند و خانم شما به کی دادید به پسرم چون نیتش این گوشوارم شما <التصفيق> <مت> به کی دادید به پسرم خیلی دیگه مزهک حالا سه کار رو میتونست بگه که مثلا ده. هدف من پیدا گوشواره <applause> و چیز بالاخره قاضی هم جریمش کرد گفت من اصلا باور نمی کنم تو رو و معلومه که داری دور های گوشواره کردم به پسرش نمیده باقی و همه اونا رو داد به خانم ولی درست میگی نیت خیلی مهمه و... باید ببینین که هدف اون هدیه به کی بوده و چرا آم، ولی حالا به حال جواب ایشون رو بدم اگر بخوان چیزی رو اینفورس کنن یا برای مثال فرض کنین ایشون یه بعد به هم پولی میدادن و ندادن اینا باید اوردر رو از اونجا بیارن رجستر بکنن به کالیفرنیا یه کیس اینجا باز بکنن که بتونن که این ولی کنن. یک سوال دیگه من یعنی سوالی که زیر بنای این بحثه اینه که جوریستیکشن یا صلاحیت دادگاه یا مراجع ایران در زمانی که زن و شوهر در یک کشور دیگه دارن اقامت دارن آیا وجود داره یا اینا باید برن به محل اقامتشون برای طلاق اینا خب البته اینجا بکنن خیلی بهتره به بخ... خصوصی که اگه بخوان ادامه بدن اینجا زندگی بکنن ولی کن بهتر و ولی اگر اصلا معتبر هست این طلاق ایران یا نه آره، اگر بیارنش اینجا رجسترش کنن یه کیس جدید براش یک کنن اون اونو میتونن از اینجا یعنی بیارن یعنی دوباره پس بزارن. از نو شروع کنن نه رجستر کردن دوباره از نو ولی بعد کیس باز بکنن اینجوری یه کیس باز میکنن بعد اوردر اونجا رو از سرتیفایدش رو میگیرن اینجا رجسترش میکنن ولی این پروسس رو مجبور دوباره انجام بدن این راه خوبیه برای فرار از پول وکیل و مقررات امریکا و اینا آره چون اینجا خرجش خود زیاد میشه این نکته رو من اضافه کنم که برای بینندگان گرامی طلاق اگر وکالتی باشه یا قیابی باشه در ایران یا در هر جای دنیا از لحاظ قانون مهاجرت قابل قبول نیست یعنی برای ویزا و گرین کارت و اینها طلاق یا ازدواج های قیابی یا وکالتی رو قبول نمیکنه چون بارها شده که مثلا طرف به پدرش بگه برو این عقد رو بکن من برای این فایل کنم برای گرین کارت بیارم میشه اینا تمام این ازدواج های وکالتی یا حتی زن قبلی پدر برو طلاق بده من اینو بگیرم این الان اینجا اینا بی اعتبار هست از لحاظ قانون مهاجرت اینا آره از ای حالا جالب من یه کیس دارم خیلی اتفاقا جالبه الان انجام میدیم ببخشید من هم وقت من اینا افریقایی هستن خانم و آقا توی افریقا ازدواج کردن خب اونجا مراسمش خیلی فرق میکنه بعد یعنی ازدواج هم نکردن هیچی تو رایتینگ ندارن فقط مراسمشون رو اجرا کردن بعد خونه و اینا با هم خریدن بعد اومدن امریکا اینجا دوباره ازدواج کردن حالا این خانم میگه نه دوباره که, که گفت اونجا نکردم اینجا ثبت کردم نکردم ولی مراسم انجام دادم حالا این سه چهار چهار پنج تا خونه این وسط اینا خریدن ریمادل کردن و اینا این خانم میگه که خب من بعد نصف اینا رو داشته باشم حالا ما اتفاقا حالا ترایلش هم یه, یه ماه دیگه هستش تمام داستان اینه که آیا اون ازدواج موثر بوده و اون ازدواج, ازدواج اینجا افریقا. و اینجا اکسپتبل اینجا قبولش داره یا نداره حالا ما صد تا عکس گرفتیم و آدمه رو آوردیم که اینو واک دان چه از چیز آورده پایین هدف و اینتنشن این بوده که اینا با هم ازدواج کنن هنوز هم معلوم نیست که احتمالاً نه میتونن نپذیرن من اتفاقا پرونده مشابهین داشتم من به عنوان اکسپرت حقوق ایران در یه پرونده بودم که اینا مدعی بودن که عقد ایرانی کردن و فیلم آورده بودن دپوزیشن میگرفتن از من فیلم رو گذاشتن دونه دونه بعد به من میگفتن تو ترجمه کن آقا آمده میگه آیا شما حاضری زن این بشید آیا شما میگفت چی میگه آیا حاضری زن این بعد آقا میگه که من شما رو زن شوهر اعلام کردم زن مردم هم نشستن اینا بعد به من گفت به نظر شما این ازدواج نیست این عقد نیست گفتم نه نات necessarily لزوما نگفت گفت چرا گفتم ممکن تئاتر باشه ممکن نمایش باشه من چه میدونم این یکی آمده درست همه این صحنه و تشکیلات رو برقرار کرده ولی معلوم نیست که این ازدواج واقعی باشه گفتم من بارها تئاترای رفتم که صحنه یا فیلمای دیدم که صحنه ازدواج بوده توش ولی ازدواجی صورت نگرفته چون اون اون عمل حقوقی یا رجیستریشنی که الاز حقوقی طبق مقررات باید انجام شده که ما نمیدونیم شده عکس و فیلم و آیا و من زن شوهرم فلان اینا که کافی نیست و دادگاه هم پذیرفت اون ازدواج ما قبول نداریم برای اینکه حالا در بفهم خیلی چیز جالبی گفته من که النا که داشت تعریف میکنم النا جون من این تو فکرم خب اینا مثلا توی آفریقا که با هم دیگه ازدواج کرده. هیچ ورقه چیزی با دا... خب، نه خب مراسمشون فرق میکنه اینا مثل اینکه که مراسم رو اجرا میکنن و مراسم رو که اجرا میکنن مال هم میشن یعنی زن و شوهر حساب میشن بعدا میتونن برن ورقه و ایناشو بگیرن بعد اینا تو همون مراسم و هلوهوش موف کردن اومدن اینجا بر... نگرفت حالا حالا بگذاریم ما داریم میریم از افریقا آدم مهمونا رو گیر نه چون <applause> مینن کردیم روون کردیم <applause> که تستیفای کنن <applause> که اینا داشتن رازاسی عروسی میکنم خزانم قانون اونجا چیه؟ چون اگه قانون اونجا هست بله قانون محلی اگه انجام شما با قانون افریقا میگه هیچ چی به زن داده نمیشه هر چیزی کدوم کشور هست در افریقا ما اونجا نریم نه نری هیچ جای افریقا شما نمیخواد ولی سوال راستش یادم نمیاد سومیا فکر کنم یا چیزی بله. ولی انیویز این چیزا خیلی جالب میشه دیت of مریج روز ازدواج روزی که جدا میشن خیلی مهمه در خیلی مواقع این و اگر اینکه مثلا موافق نباشن اون روزو میتونه خیلی سخت This باشه روز وقتی اختلاف پیش بیاد خب حالا در همین دوست ما که این تلفن رو کرده بود بیننده گرامی اگر پدر ایشون فوت بشه خدایی نکرده اون هدایایی که یا وصیتی که کرده نمیدونم گیفتی که داده به این عروس و داماد تکلیفش چیه اینا باید برن در ایران انحصار وراثت کنن یا اینجا میتونن اجرا بکنن انحصار وراثت همون جایی که اون شخص زندگی میکنه حالا اگر موقتی باشه کدوم شخص اون یعنی اونی, که دار... داره فوت میشه اون... اون اونی که زندگی داره... میکنه نه اونی که داره فوت میشه دقیقا اون که اون کسی که فوت کرده زندگی میکرده و اونجا رو میخواسته واقعا محل زندگیش به عنوان بیاره یعنی مثلا بهش میگن دامسایل فقط کافی نیست که شما فقط برین اون توی مثلا اقامت, اقامت حالا اگر این آقا برد. ایرانی باشه این پدر و مثلا گرین کارت داشته یا سیتیزن امریکام شده ولی دو ماه رفته ایران فامیلاشو ببینه اونجا کارش آه... به بیمارستان و فوت میرسه اون اقامت چیه اقامتش در کالیفرنیا بوده مثلا در بله در... مثلا گرین کارت داشته ولی اموالش هل... در ایرانه اوکه. هر اموالی که در ایرانه کورت های کالیفرنیا به هیچ عنوان جورستیکشن ندارن در اون مورد هیچ انجامی نمیتونن بدن فقط اموالی که در کالیفرنیا هست مخصوصا اگر ملک باشه حتی ستیت های دیگه نمیتونن جورستیکشن داشته باشن فقط و فقط های کالیفرنیا بنابراین اگر ملک در ایران و در کالیفرنیا باشه هم باید اونجا برن انصار وراثت هم اینجا دقیقا و اون وصیت نامه هم بستگی داره مثلا و اگر وصیت نامه توی ایران ممکنه صادر شده باشه اونجا طبق قانون اون قوانین اونجا معتبر باشه اونجا قبولش میکنن ممکنه اون وصیت نامه‌ای که در ایران بوده کالیفرنیا قبول نخواهد داشت با اینکه کالیفرنیا قانونای رو داره که چه جور وصیت نامه‌ای بعد چه بعد ولی اگه در ایران شده. تنظیم شده باشه قبوله اگه طبق قانون ایران نه کالیفرنیا قانونای رو داره کسی که وصیت نامه میکنه باید طبق قانون کالیفرنیا کسی که در کالیفرنیا وصیت میکنه بله ولی خب اصلا فرض بکنین من توی ایران اقامت میکردم در, در ایران وصیت نامه من نوشتم وصیت نامه ای که ممکنه اعتبار داشته در ایران من نمت... مثلا من فوت میکنم خانواده ای من نمیتونه وصیت نامه ایران منو بیاره و ارائه بده نه چرا به... من... من فکر کنم شا... میتونه آه ما آه من یعنی من داشتم شما... مشابه شده داشتم که وصیت نامه ای که در محضری در ایران امضا شده بود آوردن در دادگاه و رسیدگی هم شد بهش اوکی ولی باش دادگاه شروع نکردین نه نه بله این حساب در داخل اوکی. به خاطر بره. مرگ به امریکا بود اون به عنوان یه سند اضافی مطرح شد به اون میگن معمولا یا سردیفاید مثلا الانک گفت یا مهم. سردیفایده یا یه به قولم بهش میگن انسلری پروبید یعنی شما اومدین در جای دی انحصار وارثت با رو باز کردیم ولی یه دونم در کالیفرنیا انحصار فرعی بله آه. در کالیفرنیا لازم داری اگزمپل ما در کالیفرنیا بهش میگیم exemplified لترز یعنی بعد بین اونجا همون مدارک رو بگیرین به طوری که کالیفرنیا قبول داشته باشه و بیاین اینجا بگین ما آردی همه کار رو ایران کردیم فقط کمک شما رو لازم خیلی ده. مشکلات ایجاد میکنه وقتی کسی که فوت میکنه و دارایی داره آدم بهتر نمیره جای دیگه سیناتشت شما در تماس باشید یا هر چی داره با خودش بداره فکر کنم یا واخه ماشه باشه دین بدی gece ye ağa yamat be ben goft musennam bud goft امروز داشتن فکر می‌کردم اگر من مرده مثلا این کارو بکنم اینا اگر اگر نیست وقتیه بعد بهش گفتم حالا اگر شاید هم نموردین شما حالا ولش کنین دیگه خودتون اذیت میگم میگن تنها چیزی که تو دنیا 100 درصد و گارانتی داره همینه دو تا چیز در تا امریکا در امریکا تکس هم, تا تا هم تا تا هست تکس هم نه میگه دیگه در تو سرتن تینگز خب بیننگای گرامی ما به وقت بریک میرسیم به یک چند لحظه ای به یه پیام و پیام هایی از تلویزیون آینه توجه بفرمایید باز میگردیم در خدمت همکاران گرامی ادامه میدیم این برنامه همبستگی یعنی تقدیم میکند همبستگی و اتحاد کارشناسان و متخصصان برای هدفی مشترک برای اعلام همبستگی تخصصی خود با ما تماس حاصل فرمایید به اتفاق جهان می توان گرفت بینندگان گرامی باز میگردیم به دنباله برنامه همبستگی حقوقدانان و همچنان من سیروس مشکی وکیل دادگستری در کالیفرنیا در خدمت دو همکار برجسته و عزیزم خانم الهام شفا و خانم النا مبتاهی هستم و در زمینه مسائل حقوقی و مهاجرتی با شما صحبت میکنیم در قبل از این قسمت تنفسی که داشتیم خانم مبتاهی در زمینه یک کیسی صحبت کردن که در افریقا یک زن شوهری با هم مدت ها زندگی کردن بی آنکه ازدواج رسمی کرده باشن و بعد وقتی که به کالیفرنیا مهاجرت کردند در اینجا ثبت کردن ازدواجشون و صاحب اموالی شدن من این سوال برام پیش آمد که ممکنه مطلب فرمایید که اگر حالا در حالا افریقا رو فراموش کنید بل. دو نفری که اصلا از افریقا هم نایمدن در همین کالیفرنیا دارن زندگی می از ایران آمدن اه... یک خانم آقا و شروع میکنن با هم زندگی کردن به اصطلاح ایران امروزی یا فارسی امروزی ازدواج سفید مریج وایت مریج با هم زندگی میکنن بیان که جایی ثبت شده باشه بیان که آیه خونده باشه بیان که اه... عاقدی در کار بوده باشه ده سال دوازده سال با هم زندگی میکنن خونه میخرن نمیدونم احتمالا بچه دار میشن و بعد کارشون به جدایی میرسه تکلیف این چیه؟ آیا این مثل ازدواج واقعیه یا این که فرق میکنه؟ خب اولا که هر ستیتی توی امریکا فرق میکنه یعنی این همین سینریوی که شما گفتین توی کالیفرنیا ممکنه یه جور باشه توی تگزاس مثلا یه جور دیگه باشه کالیفرنیا خیلی لیبراله توی کالیفرنیا به میگن کامن لا مریج کامن لا مریج توی کالیفرنیا ریکگنایز نمیشه قبول نیست شما توی سالهای سال با این نفر زندگی بکنین بچه هم داشته باشین و همه چیز ولی با هم مریید کانسیدر نشید بعضی ستیت ها مثلا تگزاس ولی بچه من میدون... که به اصطلاح حرامزاده نیست اون... نه بچه خب بس. اگر متولد خارج اگر برای از... نه من بعضی کشورها ممکنه حرامزاده باشه ولی اینجا به اصطلاح میرن همه اه... حق و حقوقو داره همه و حقوقو داره به جای اینکه مثلا یه استابلیش میکنن درست میکنن که من پدر بچه هستم من مادر بچه هستم همه هر حقوقی که یه پدر یا یه مادر بگیرن برای دو نفری که ازدواج کردن توی این موضوع هم داده میشه اون به اون ربطی نداره ولی از لحاظ ملک و املاک و اینا نه و شما میدونید یه کیس مارون بوده که ولی البته کیس قدیمی هستش که یه دفعه این موضوع رو به کورت به بالاترین کورت بردن و اینا سعی کردن نه از لحاظ اینی که با هم زندگی کردن و یا مری جو اینا با هم دیگه این موضوع رو ادر ادرس بکنن یا اینکه یعنی روی این حساب رفتن که اوکی ما با هم دیگه ازدواج نداریم ما مریید نیستیم ولی کن چون که با هم ازدواج با اینکه با هم بودیم ما یه دونه اگریمنت داریم به اصطلاح یه با هم داریم که من قرار بوده برای این خانم فراهم بکنم و اشون تو در این کیس مرد آقا بوده با این خانم من از لحاظ مالی و اینا قرار بوده فراهم بکنم این خانمم در ب... در مقایسه یا در وظایف همسری رو آره در وظایف به جای این پولی که این آقا برای من خرج میکنه یا این زندگی که برای من فراهم میکنه منم قرار برایشون ظرف چه میدونم لباساشونو بشورم ظرفا رو بشورم, بشورم. و این شد که این خانم مثلا آخر سر تونست یه چیزی بگیره ولی نه از لحاظ اینه که حالا ما چه با هم زندگی کردیم مثل زن و شوهر میمونیم از لحاظ اینکه ما با هم دیگه یه کانترکت داریم مثل دهاله. یه مثلا کانترکتر که میاد خونه آدم رو درست بکنه من یه کاری برای تو میکنم در مقابلت یک کاری مقابل یه کار دیگه برای من میکنی بله کیس ماروین ورسز ماروین که میدونی ماروین همون لی ماروینه هنبشه معروف بله. بیش از سی سال قبل بود این پرونده و هفت سال با این خانم جوان زندگی کرده بود و یک روز که این خانم میره خونه میبینه که دیگه قفلا عوض شده و نمیتونه راش نمیدند و میگه برو دیگه ما با هم ارتباطی نداریم خانم سو میکنه میگه که من مثل همسر این بودم ما هفت سال هر جا رفتیم به عنوان زن و شوهر خودمون معرفی کردیم و همه ما رو زن و شوهر میدونستم و دادگاه گفت که نه این چیزی به شما تعلق نمیگیره ولی چون از این راه تو میخواستی زندگی کنی و امرار معاش کنی و از این راهی که خدمات خودتو بفروشی ما میگیم یه پولی به تو بدن که تو بری یک شغل یه تحصیلاتی بکنی و یه شغل بهتری برای خودت پیدا بکنی و صد هزار دلار اگه اشتباه نکنم دادگاه رأی داد که به این خانم داده بشه ولی به طور کلی صرف نظر از اینکه اگر رابطه قرار دادی احراز نشه چیزی تعلق نمیگیره به هیچ کدوم از طرفه <تصفح> اتفاقا جالبه من که همین مسئله در دادگاه انحصار راست هم پیش میاد خیلی از بچه ها هستن که مثلا میمونن خونه یا پدر مادر بهش میگن تو خدا بمون خونه از ما نگهداری کن <تصفح> و ما در رای اینکه تو از ما نگهداری میکنی و برای ما این کارا را انجام میدی ما مثلا ارسیه بیشتری برات میذاریم یا مثلا همه ارسیه را برای تو میذاریم و بعضی وقتا مثلا بین, خواه... مثلا بین بچه ها و مشکل پیش میاد میام چرا برای اون یکی بیشتر گذاشتی برای من کمتر گذاشتی و اون بچه میگه با من موندم خونه نگهداری کردم این همه برایشون کار انجام دادم یه حالت قرارداد بین ما بوده که من یه کاری براشون انجام میدم و این سرویس هایی که من دارم بهشون میدم اونام در برای کاری که من انجام دادن از اون طرف مثلا ارسیه منو بیشتر گذاشتن و این یه مرحله هست که در حساب وراست که خیلی پیش میاد خیلی بچه ها همچین مسئله رو دارن ولی برای من جالبه بدونم مثلا ایران چطوره شما اطلاع دارین آقای دکتر مثلا اگه ایران یه خانم با یه آقا البته نه اگه پیش بیاد یا نه که با هم مدت زیادی زندگی کنن بله دارن. اون در حقوقیش شلاق است و احتمالا سنگسار کردن آه. چون هیچ حق حقوقی نه تنها تعلق نمیگیره بلکه موجب اه... گناه هم شده از گرفتاری هم ایجاد میکنه جواب هم ها گرفتم در حالی که علا رغم همه این سختگیری های رژیم ایران الان ازدواج سفید خیلی رایت شده در جوان های ایرانی در بین جوان های ایرانی برای اینکه گرفتاری دارن یا علاز مالی امکانی تشکیل خانواده ندارن یا به هر دلیل دیگری به صورت سفید با هم زندگی میکنن ولی خب توقع اینکه آثار حقوقی ازدواج بار بشه بر این رابطه هم ندارند و این دیگه میخوایم با هم باشن هستن بله این مسئله حالا فرض کنیم ازدواج قانونی باشه شخص همسرا در کالیفرنیا زندگی میکنن در مرحله دیورس متاسفانه بعضیا طلاقشون سالها و سالها طول میکشه تا تصمیم بگیرم چی به چی میرسه کی به چی میرسه هر چیزی من مسئله شنیدم که یکی از همسرها آم اومده بود و هر چی درام بعد از این ک... بعد از تاریخی که از هم جدا شده بودن <applause> هر چی درآمد از توی بیزنس درآورده بود اینا رو به قول معروف کشیده بود بیرون به طور نقدی کشیده بود بیرون و خرج این کرده بود و به این کادو داده بود و خرج خودش کرده بود خب دادگاه چجوری به این نگاه میکنه آیا اون همسری که به هیچ عنوان مثلا دسترسی نداشته به اون درآمد بیزنس چون اینا از هم جدا شده بودن در مرحله طلاق بودن آیا میتونه یه سری از اون پول که نصفش تعلق به اون داشته پس بگیره دادگاه چجوری به این نگاه میکنه خب این اولا که همچین وقتی همچین موقعیتی هست که یه بیزنسه که یه نفر دسترسی داره اون یکی نداره بهترین راهش اینه که اول از همه رای روی تا جدا میشن برن کورت یه اردری بگیرن اینه که اگر وایستان خب آف کورس موجب اشکال میشه ولی که قانون امریک قانون کالیفرنیا حالا من برای کالیفرنیا حرف میزنم چون ستیت های دیگر رو خیلی م... م... کار نکردم و صد درصد نیستم موقعی که زن و شوهر از هم جدا میشن و جدا شدن یه چیز فکری هستش بیشتر که روزی که شما بدونید دیگه نمیخواید با هم با هم ازدواج کنید و یه کاری داجبش میکنید یعنی که دو نفر میتونن هنوز توی خونه زندگی کنن یه سقف باشن ولی یکی اتاق خواب باشه یکی اون یکی اتاق خواب باشه دو تاشون بدونن دیگه زن و شوهر نیستن نه هم بیرون بگن ما زن و شوهریم و با هم چه میدونم مثل زن و شوهر نباشن ولی هنوز روی خونه باشن اونا هنوز سپریتدن شما موقعی که سپریت میشید همه چیز تموم میشه اون روزی که سپریشنه دیگه هرچی شما در میاری مال خودته هرچیشون در میارن مال خودشه سیناریویی که شما میگین دیگه اون موقعی که میرن کرد باید برگردن به اون روز دیت آف سپریشن باید ببینن این آقا برای مثال اگه پولاری گرفته خرجش چیا کرده و مثلا اونا رو جنبندی بکنن خیلی سخت میشه به کیا گیفت داده حالا باید دیسکاوری بکنی باید خیلی لیریگه بعدا اون اماونتی که دیترمن میشه اون مقداری که برای میگه اوکی تو بعد از اون اینا رو همه رو خرج کردی و مال دوتاتون بوده و تو خرج کردی مثلا اگه آخر سری آقا قرار مثلا بیزنسی که دون میلیونه میلیون مثلا بده از اون کم میشه مثلا کردیت به خانم داده میشه چون بین زان و شوهر تون... فایدیوشری دیوتی yes, هست دیگه امانت داریه و مثل که وقتی شما فایل میکنید برای طلاق یک استاندارد ریستریننگ اوردر باش میاد بله. که هیچ کدوم حق ندارن خرج اضافه وام سنگین فرو... خرید و فروش یا صلح و هبه عجیب غریبی بکنن و اون طرف مقابل حق داره بره اونا رو ابطال حتی در زمان زناشویی هم که زن هنوز طلاق نگرفتن مثل هر هدیه یا خرید و فروش رو تا یک سال بعد طرف مقابل حق داره باطل کنه بیشتر تا بیشتر از یه سال هست بعد مثلا نمیتونن بیشتر از 500 یا هزار دلار به کس دیگه کادو بدن بدون اجازه طرف مقابل برای همه ما وقتی مثلا دیسکاوری میکنن همیشه میپرسیم که به در مثلا چند سال اخیر تا حالا گفتی به کسی دادی که بیشتر از پونس بکنن بیشتر چون از بس اینجا مال <applause> مال <ماله> قدیم بوده <applause> نه چون آ... که با کسای دیگه برن این سوالو میکنن ولی میپرسن که بیشتر از 500 هزار دلار به کسی گیفت دادی یا ندادی 500 دلار نه 500 یا هزار دلار مثلا دادی یا ندادی ولی همونجوری که شما میگین فیدیو شیر دیتی فیدیو شیر یعنی زن و شوهر به هم این مسئولیت رو دارن که در حق هم دیگه همه, همه باشن و نمیتونم برن مثلا اگر یه مرد بره یه بیزنس دیل بکنه که خیلی پیش میاد که این که مثلا خراب میشه همه پولا رو از بین میبره موقع آه. طلاق خیلی موقع زنا میان میگن که این به من فیدیوشری دیوتی داشته که این بیزینس رو با من مثلا به نحو احسن مثلا بفروشه یا اینکه بهش بهترین منفعت رو ازش بگیره و این با اینکه مثلا محتاط نبوده درست کارش انجام نداده فیدیوشوری دیوتیش رو به من چیز کرد بله این 500 یا هزار دلار هم خیلی کمه ما یه پرونده ای داشتم که آقای برای خان زن داشت برای گرفرندش ماشین دست دوم 1500 دلاری خریده بود بعد که اعتراض کردم گفت بابا ماشین 1500 دلاری و به کادا دادا دیگه حالا اون خانم چرا رفته بای فرند گرفرند ای آقا شده ما ها خونه های 3-4 میلیونی میگیرن گرفرند باشن این مسئله فیدوشیاری دوتی توی دادگاه انحصار درستت هم خیلی خیلی مسئله بزرگی هست که یعنی یه شما وقتی یه تراست هست برای یه نفر یه تراست که که می تنظیم میکنه مثل یه قرارداد میمونه یعنی وقتی که من خودم الان زنده هستم خودم تراست رو منج میکنم از همه چی نگهداری میکنم ولی وقتی من فوت میکنم اون شخصی که من انتخاب کردم که این کار انجام بده برای بنفیشیار کسایی که قرار این ملک و هر چی سر و هر چی که هست اون چند قاضی که من دارم بگیرن یه فیدوشری دودی داره و انقدر این مسئله رو بزرگ میدونن که شما اگر هیچ پولی به جیب خودتون بذارین سه برابر اون رو میتونین به بنفیشیری لایبل بشین آه. یعنی دلوقتي 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 مثلا رستن. کسانی بودن که اومدن خونه رو بعدش هم مثلا ملکو رو به که بدن به کسایی که واقعا حقشون بوده به اسم خودشون کردن دادگاه نه فقط اومده خونه رو برگردونده به, ب... به کسایی که حقشون بوده اه... یه سپلیت آف آتوریتی هست در کالیفرنیا یه سری کیس لا هست که میگه دو برابرشو رو به اه... کار میشی دو برابر... نه فقط خونه رو پس میدی دو برابر به اندازه اون خونه مثلا اگه خونه یه میلیون بوده خونه یه میلیونی رو پس میدی دو, دو میلیون دلارم بدهکار میشی و بعد یه کیس های دیگه هست که میگه سه, سه میلیون دلار شما باید نگران این قضیه باشتون چون خونه شما هفت میلیون میارزه بیسی یک میلیون <تصفح> 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 بیشتره بابا چرا میزنین توی سر مال خواست این بیرد تقویب بگیریم اونا واسه پاپرتی تکس حالا ممکنن بیرد دو... خونه ما چرا چرا ما یه دفعه آقای دکتر رو دفت کردیم تو خونه خب آخه یه بار دیگه دعوت که ما بیایم ببینیم واقعا قیمتش چقدر میارزه. آدم موقع ریاسسش کنید لطفا. نه این دفعه خواهش می‌کنم در روز دعوتشون بکنید که اپریزال می‌خوام بکنم. یه نشایی با خودتون بیارید یه اپریزر لطفا مترتون یه از آورده بودم انوان من تا به عنوان مهمون نگفتم کیه اوکی <تصال> دفعه هم برشون گرد بله خب این خیلی مهم این امانت داری در روابط هم زن و شوهر هم همتا که فرمودن در موقع فوت برای تراستی و اینها حالا اگر که در همین قضیه تراستی که میگید چون تراست رو ما در ایران به صورت موقوفه میگیم و موقفه خاص وقتیه که به تراست به نفع یک افراد مشخص از فامیل و فرزندان و اینا باشه ما در ایران موقفه عام هم داریم که تراست اموالش رو در وقف میکنه برای عموم یا بیمارستان درست میکنه آه. یا محصول خیریه درست میکنه حالا برگردیم به موقوفه خاص یعنی تراستی که برای زی نفعش فرزند آدمه یا فرزندان آدمه یک افراد خاصی و یه نفرم تراستیه یک بسیار امینه که این اموال در اختیار اونه و باید منافعش رو بده به اون کسی که زینفه اگر که در این فرض زینف یا زینفا از بین بره نباشن اموال مونده تراستی هم هست یعنی اون کسی که داره اداره میکنه تکلیف چه چیکار باید بکنه میتونه برای خودش برداره یا باید خیر ببین جون من چیکار باید بکنیم؟ معمولا تراست وقتی که مینویسن ما میگیم تا چند مرحله رو در راجبش فکر می‌کنیم اگه بچه‌ها نباشن معمولا میگیم برسه به نوه ها نبه ها ب... نباشند نه نبه در فرض دیگه هیچ کسی با... معمولا یه دیفالت پروویژن هست که همیشه ما مینویسیم یا مینویسیم که وارثایی که نسبت به قانون کالیفرنیا در اون زمان زنده هستن بین اونا پخش میشه که قانون کالیفرنیا تعیین میکنه در اون زمان کیا هستن و خیلی ها هستن که اونطوری که شما گفتید مثلا بی مثلا چریتی میذارن و مطمئن میشیم که مثلا حتی ما وقتی حتی مثلا فرض کنید شما چریتی مثلا رد کراس رو میذارید حتی اون موقع ما میگیم سلیب اگه صلیب سرخ, سرخ حتی میگه اگه در اون زمان اگه صلیب سرخ هنوز در کار نبود هنوز کار نمیکرد یک سازمانی شبیه سلیح سرخ باشه یعنی کنتینجنسی رو اگه این نشد اون باشه اون نشد اون باشه ولی اون شخص به هیچ عنوان اگه فرض کنیم به آخر هیچی نبود همه دنیا تموم میشه اون او میاد, او میاد همش پیش من آقای دکتر من آدرس هم تو میدم حساب آره حساب تو بگی میرسه به شما حساب بانکی هم میدم خواهش میکنم بگین با کمال میل من براشون انجام معنی انجام چه شما یه چریتی را بندازین که ما هر تراستیشون میکنن شما رو بزنن از, از کاپ چریتی حالا اینو میگین شما به چریتی یعنی خیریه بعد نمیدونم اگر با این قانون آشنا هستین قانون کالیفرنیا اینه که اگر که وکیلی که اون تراست رو برای شما نوشته یا و یا وصیت نامه رو برای شما نوشته اگر هیچ نوع کادویی در اون مدرک بهش برسه این کانون از, نز... از نز... آه. آه. این مسئله چجوری شد یه آقای خیلی زبرزرنگی یه وکیل خیلی زبرزرنگی نزدیک یه خانه سالمندان زندگی می کرده و کارش اونجا بوده آه. این وقتی که برای اینا وسیعتنامه می نوشته و چیز می کرده تراست می نوشته یه کادایی هم برای خودشون تو میذاشته آها توی وسیعت نامه خیلی هم زبر زرنگ نبوده یه خوده <applause> خلاصا خیلی زبر زرنگ نبوده فکر میکرد نه خب و... اگر من برم بگم به وکیلم که تراس یا وسیعت نامه برای من بنویس و 500 دلارم هم برای خودت به خاطر دوستی که ما داریم و اینا اشکالی داره؟ از نظر کالیفرنیا اون کادو قانونی به حساب نمیاد مگر اینکه اکس، های هست مثلا خانوادهتون باشه یا ریلیتد بای از نظر خونی دوست باشه دوست معمولا جزوش نیست ولی یا مثلا حتی اگه کیرگیورتون باشن یک داکیومنت دیگه ای هست که بهش میگن سرتیفیکات اف ایندیپندنت ریویو میخوان مطمئن باشن که آن دو اینفلوئنس نباشه <applause> بعد ببرم میشه یه وکیل دیگه با اون صحبت بکنه اون شخص بگه من میخوام دو برابر دو اون هدیه باید خرج کنن تا اینو برای همین آره ولی خب این آقا این سا خانه سالمندان بوده برای اینا می نوشته تراستشون و ویلشون یه, یه چیزی بزرشه و از اون موقع این قانون آوردن که به هیچ عنوان که اون وکیلی که این مدارک که می نویسه خودش نمی تونه چیزی دریافت بکنه البته قانون همیشه اکسپشن داره اکسپشن های هست مثلا من میتونم برای خانوادم بنویسم یه چیزی برام بزنم برای مادر پدرم خب و اکسپشن های خودش داره ولی بله. بله. بسیار همومن... خیلی از این قانون ها برای کسایی که فکر میکردن خیلی زرنگن درسته خیلی ممنون خیلی استفاده کردیم ما متاسفانه به پایان وقت برنامه امروز رسیدیم با تشکر از شما همکاران عزیز و با تشکر از بینندگان گرامی که ما رو تحمل کردند تا این لحظه و همچنین با تشکر از کادر فنی و کارگردانی تلویزیون آینه تا برنامه آینده شما را به خدای بزرگ می سپارم. روز و روزگار خوش همبستگی حقوق دانان همبستگی یعنی تقدیم می کند. همبستگی و اتحاد کارشناسان و متخصصان برای هدفی مشترک برای اعلام همبستگی تخصصی خود با ما تماس حاصل فرمایید. به اتفاق جهان میتوان گرفت